ما همه با هم هستیم. یادآور دوران خوبی نیست، چون دورانیه که تمام من، همکاران من و خود من نتونستیم دیگه به کارمون ادامه بدیم و صدای خودمون رو به گوش مردممون برسونیم و بسیاری از ما به جبر سرزمین خودمون رو ترک کردیم و وقتی که اومدیم بیرون از ایران خب دلتنگی ها بود، افسردگی ها بود، ولی حداقل میتونستیم آزادانه کار خودمون رو دنبال بکنیم و هر کسی کار خودش رو دنبال بکنیم. من فکر میکنم که بودن هنرمندان در این جور جمع ها به ویژه امروز که یادآور خاطرات خوبی برای ما نیست، ولی آرزو میکنم که آغاز تازه‌ای باشه. بدونید که مردم هنرمندانشون رو دوست دارن و هنگامی که اونها در جمعشون باشند این دلخوشی هست که ما نیز تافته جدا بافته نیستیم، ما هم دغدغه های شما رو داریم و چون هنرمند هستیم چون خیلی حساس سر باشیم. من به ویژه هنگام که هر بار که اسم کیان میاد اش در چشمان میاد، چون این بچه اگر می بود واقعا یک نابغه ای بود و همیشه تصویر جلوی چشمم هست و هیچگاه نمیتونم فراموش کنم چقدر رفتن او و کشته شدن او نفرت منو هست این حکومت زیادتر. من فکر میکنم مردم ایران شایسته اون هستن که آزاد باشن، آزاد تصمیم بگیرن هر جور که دلشون میخواد، میخوان این باشن، میخوان اون باشن، میخوان حجاب داشته باشن، نداشته باشن، میخوان شنو بکنن، میخوان ژیمناستیک بکنن، میخوان دوچرخه زن، هر کاری که دوست دارن بکنن شایسته اون هستن، چون در طول تاریخ این شایستگی رو پیدا کردن و این بسیار سنگین هستش که کسانی بیان و برای مردم تصمیم بگیرن و برای مردم ایران تصمیم بگیرن. مردم ایران تصمیم خودشون باید خود بگیرن. ببینید خیلی چیز جالبی بود، چون همیشه سعی برای این شده، به خصوص رژیم سعی کرده که بین همه طبقات اجتماعی که در بیرون از ایران دارن فعالیت میکنن جدایی بندازه. حامد اسماعیلیون درد خودش رو داره، گل شیفته همینطور، کریمی همینطور، شاهزاده رضا پهلوی همینطور، همه ما دردهای خودمون رو داریم و این کسانی که دیروز هشتن با هم جمع شدن اینها همه طبقات اجتماع رو در بر میگیرن. پس بنابراین هیچ اختلافی نیست، همه با هم هستن. دیروز هم همه هم دیگر رو بغل کردن، در بر گرفتن و این همبستگی میرسونه که به روزی خواهیم رسید که همه دست در دست هم باشیم و هیچ تفاوتی بین هیچ فرد ایرانی در اون خاک و در بیرون از اون نباشه.